سلام، امروز قراره درباره خدمات پزشکی در نروژ صحبت کنیم. میدونم چیزای خیلی ترسناکی از خدمات درمانی در کشورهای اسکاندیناوی از هموطنان عزیز شنیدین. میخوایم که در این ویدیو شفاف سازی داشته باشیم درباره این نقل قول ها، ببینیم که تا چه اندازه درست و یا نادرسته. شما دوست عزیزی هم که برای بار اول ویدیوهای منو میبینی ممکنه سوالی درباره نروژ داشته باشی، فقط کافیه که توی قسمت کامنت ها برام بنویسی، من همه سوالا رو یادداشت میکنم. هر هفته یه ویدیو میسازم، هر هفته به یکی از این موضوعات میپردازم. الان حدود 30-35 تا موضوع دارم، یعنی برای 7-8 ماه ما موضوع نوشتیم و آماده داریم که بهش بپردازیم. پس باید صبور باشین، فکر نکنین که ویدئویی که گفتین و بهتون قول دادم میسازم و یادم رفته. یه مقدار زمان میبره که نوبت ویدئوی شما بشه. فقط مهمه که قبل شما سابسکرایب کرده باشین، روی اون زنگوله کلیک کرده باشین تا نوتیفیکیشنتون فعال شده باشه. اینجوری هر زمان که من ویدئویی آپلود کنم سریع مطلع میشین و ممکنه اون ویدئوی شما باشه. خب همونجور که روی صفحه میبینین، من سوالاتی که داخل باکس اینستاگرام و همینطور توی کامنت های یوتیوب بود و دارم بهتون نشون میدم، همه این سوالا رو امروز بهش میپردازم. سعی میکنم سوالا رو دستبندی کنم چون بعضیاش خیلی تکراری بوده. مثلا پرسیدم برای دانشجوها پزشکی عمومی هزینه‌اش چقدره. دیگه سوالی که پرسیدن برای کسی که برای دکترا مهاجرت میکنه و طبیعتا بیمه از حقوقش کسر میشه، آیا این بیمه شامل حال خانواده میشه؟ هزینه های درمان با بیمه با توجه به سطح درآمد افراد مخصوصا دانشجوها چجوره؟ بیمه تا چه میزان دانشجو رو ساپورت میکنه؟ هزینه های بیمه چطوره؟ ماهانه مبلغی رو پرداخت میکنین؟ این مبلغ چقدره؟ دوست دارم بیشتر در مورد هزینه هایی که کاور میشه توسط دولت بدونم. خب همونطور که دیدین بیشتر سوالا درباره هزینه های بیمه بود و اینکه بیمه شامل حال چه کسانی میشه. پس سوال اولمون این هست. اصلا مهم نیست شما دانشجوین، بیکارین، با ویزای همراه اومدین، ویزای کاری اومدین، شرایط اجتماعی شما اصلا اهمیتی نداره. هر کسی که دارای پرسون نمبر یا که میشه ترجمهش کرد کد ملی نروژی باشه میتونه از خدمات درمانی این کشور استفاده بکنه. حالا کد ملی شامل حال چه کسانی میشه؟ کد ملی نروژ رو به کسانی میدن که بیشتر از 6 ماه میخوان داخل این کشور زندگی بکنن. پس طبیعتا شما که دانشجویی داری میای کد ملی دریافت خواهی کرد. یه سری مدارک میخوان که اثبات کنین شما بیشتر از 6 ماه قرار داخل این کشور بمونین و بعد از مراحل اداری رو طی میکنه و کد ملی رو دریافت میکنین. با این کد ملی به صورت خودکار خود سیستم پزشکی نروژ یه پزشک عمومی برای شما انتخاب میکنه، فاستلگه بهش میگن، پزشک ثابت میشه گفت، ترجمهش کرد کلمه به کلمه، که این پزشک عمومی رو به صورت رندوم در مونگاهی که نزدیکترین آدرس شما باشه انتخاب میکنن.
من الان این داستانی که دارم تعریف میکنم برای سال 2013 وقتی که کد ملی اومد تماس گرفتم با خدمات درمانی که من میخوام پزشکی عمومی انتخاب کنم. به من گفتن که پزشکی عمومی شما انتخاب شده، یعنی این کار به صورت خودکار خود اتفاق میفته، خودشون این کارو میکنن برای بار اول. که خب بعد مشخصات پزشک منو فرستن که خب من از پزشک عمومیم راضی نبودم، میگم چون به صورت رندوم انتخاب میکنن. شما میتونین پزشک عمومیتون رو بعداً عوض کنین، ولی فقط سالی دوبار اجازه عوض کردن پزشک عمومی رو دارین. پس حواستون رو جمع کنین توی انتخاب بعدی اگر پزشک اولتون خوب نبود. اگه میخواستین عوضش کنین دقت کنین که یه پزشکی رو انتخاب بکنین که خب قابل اعتماده، که لازم نباشه دوباره عوضش کنین، چون میگم فقط دوبار این کار میتونیم در سال بکنین. انتخاب پزشک هم خیلی راحته، وبسایت براش هست که لینکش رو داخل توضیحات من میذارم. و جالبه که مردم، بیماران، مراجعه کنندگان میتونن به پزشکا امتیاز بدن، یعنی شما بر اساس امتیازهایی که بیماران قبلی به پزشک دادن میتونین قضاوت کنین که این پزشک مورد اعتماد هست. هرچند که خب ممکنه بعضی از این کامنت هایی که گذاشتن خیلی منصفانه نباشه، ممکنه توقعی یه نفر خیلی بالاتر از اون چیزی بوده باشه که خدمات درمانی در نروژ هست. آدم متوجه میشه، یه مقدار کامنت ها رو که با دقت بخونین میفهمین اون شخص قره علکی داره بزنه، یعنی که نظرش منصفانه بوده. حتی اونقدر این مسئله مهمه که یه قسمت از نظرسنجی درباره اخلاق پزشکه، اینکه پزشک با بیمارش چطور رفتار میکنه. حتی ریویوی یکی از پزشکا دیده بودم که خیلی ها نوشته بودن برخورد جالبی نداره، با بیمارش دست نمیده، خیلی گرم نمیگیره، خیلی همدلی و همدردی نداره. یعنی اینا هم حتی نکات منفیه، انقدر براشون مهمه که پزشک چجوری با مراجعه کننده برخورد میکنه. همونطور که خاطرتون هست درباره قانون یانت بارها گفتم، اصلا مهم نیست شما چه کسی هستین، ممکنه یه مقام خیلی بالای کشوری و لشکری داشته باشین، ولی وقتی سر کار حاضر میشین باید به ارباب رجوعتون خدمت کنین. شما نمیتونین از مقامتون، از تحصیلاتتون حالا بخواین سوء استفاده بکنین که کسی که حالا یه مقدار از نظر سواد یا طبقه اجتماعی پایین تر از شما هست و تحقیر بکنین. این مسئله خیلی خیلی مهمه اینجا. این پس از سوال اولمون که الان میدونیم چه کسایی میتونن از خدمات درمانی بهره مند بشن. اما یه نکته مهم که درباره خدمات درمانی باید خاطرتون باشه اینه که خب خیلی ها میگن رایگان. رایگان به این صورت نیستش که شما از همون ابتدا یعنی هیچ پولی پرداخت نکنین. در واقع همونطور که درباره مالیات توضیح دادم، کشوری که بر اساس مالیات داره اداره میشه کلن سیاستشون اینه که به افرادی که ضعیف‌تر هستن، درآمد کمتری دارن کمک بکنه. و به همین خاطر هم شما در سال 2460 کرون هزینه دیدن پزشکتون رو باید پرداخت بکنین. یعنی اینجوری نیستش که اولین بار که مریض میشین مراجعه میکنین به مطب فاصله پزشک عمومیتون کاملا رایگان باشه، هیچ پولی ندین. معمولا مراجعه به پزشک عمومی بین 250-350 کرون حق ویزیتشه. و خب کسی که آدم سالمی باشه فکر نمی کنم بیشتر از 3-4 بار در سال مراجعه به پزشک داشته باشه. پس بنابراین ما اگه به طور متوسط بخوایم حساب کنیم که شما این 2460 کرون رو کامل پر کرده باشین، حداقل 7-8 بار بعد به پزشک عمومیتون مراجعه کنین، حق ویزیت بدین، هر دفعه مثلا 250-300 کرون. بعد که 2460 کرون رو پرداخت کردیم، ما بقیه سال دیگه هیچ هزینه‌ای برای حق ویزیت چه پزشک عمومی و چه پزشک متخصص نمیدین. که خب این معمولا برای کسیه که یعنی میگم با توجه به حق ویزیتی که من گفتم و 7-8 بار مراجعه‌ای که باید داشته باشین تا این سقف پر بشه برای اون 12 ماه،
معمولا کسی که نیاز به دکتر رفتن نداشته باشه خب اصلا هیچ وقت به این سقف نمیرسه. در واقع این برنامه رو جوری طراحی کردن که باز به نفع افرادی که به هر دلیلی بیمار هستن، مرتب به بیمارستان و دکتر رفت آمد میکنن. خب معمولا هم آدمایی که سلامت جسمانی پایین تری دارن ساعت کاری کمتری کار میکنن دیگه، مالیات کمتری میدن، سطح درآمدشون کمتره و این در واقع حق ویزیت رایگان بعد از اون 2460 قرون در واقع کمکیه به افرادی که بدن ضعیف‌تر دارن، احتمالاً درآمد کمتر دارن. پس این نکته رو در نظر بگیرین. شاید برای کسی که داره تو نروژ زندگی میکنه رفتن به پزشک عمومی، دادن 250-300 کرون حق ویزیت چیز مبلغ بالایی نباشه، ولی دوستانی که دانشجویی دارن میان با پسنداز ایران میان، خب این مبلغ قابل توجهیه. پس اگر بیماری دارین مثل میگیرن یا قرصایی که مرتب استفاده میکنین، یه مقدار دارو با خودتون بیارین. هرچند من اصلا خود درمانی و مصرف خود سرانه دارو رو اینجا تبلیغ نمیکنم، حتی مصرف آنتی بیوتیک اینا رو من اصلا توصیه نمی کنم، ولی خب حالا کسایی هستن که این کار رو انجام میدن باید در نظر بگیرین. یعنی هر باری که شما پزشک میرین، پزشک عمومی میرین، این حق ویزیت رو باید پرداخت بکنین. و حالا سوال بعدی، سوال هزینه های دندون پزشکی هست. دندون پزشکی تا 18 سالگی رایگانه، از 18 سالگی به بعد شما تمام هزینه‌اش به عهده خودتونه، مگر یه سری از جراحی‌ها که اونو دندون پزشکتون خودش اطلاع داره ازش. من جراحی دندون پزشکی اینجا انجام ندادم، اطلاع ندارم، ولی یه سری از جراحی‌ها هستش که شامل همون خدمات درمانی رایگان میشه. یعنی شما به اون سقف 2460 قرون که رسیده باشین، فری کورتتون اومده باشه، اون کارت رایگان رو دریافت که کارت فیزیکی خاصی نیست، توی سیستم اسم شما ثبت میشه که شما این مبلغ رو کامل توی این سال پرداخت کردیم، بقیه ماها تا پایان اون 12 ماه، اینجوری نیست کل عمرتون در نروژ، میگم یک سال، بقیه ماهای سال رو میتونین از خدمات رایگان استفاده بکنین که بعضی از جراحی دندون پزشکی شاملش میشه. پس باز به دانش رو من توصیه میکنم اگه دارم میان، تمام کارهای دندون پزشکیشون رو توی ایران بکنن، چون هزینه های دندون پزشکی اینجا خیلی بالاست. خیلی از مهاجران میرن کشورهای ارزون اروپایی، کشورهای شرق اروپا، کارهای دندون پزشکیشون رو انجام میدن، حتی یعنی خرید بلیط و گرفتن هتل ارزون تر برشون در میاد تا بخوان اینجا کارهای دندون پزشکیشون رو بکنن، که البته خب الان به خاطر کرونا کلا گرفتن بلیط و هتل و اینا هم خیلی ارزون نیست. پس کارهای دندون پزشکیتون رو حتما انجام بدیم. چشم پزشکی هم دوستان پرسیده بودن، چشم پزشکی تا 16 سالگی رایگانه، بعد از اون بعد براش هزینه پرداخت بکنین. تست بینایی رو که هم میتونین توی چشم پزشکی ها بدین، هم عینک فروشی ها هر دو جا دستگاهاشو دارن که این کار رو انجام میدن. قیمتاش فکر نمی کنم خیلی فرق بکنه، مطب و این چشم پزشک عینک فروشی، البته بعضی از عینک فروشی ها گرونتره و عینک هم حتی تو نروژ خیلی گرونه، خیلی عینکشون هم از کشورهای دیگه سفارش میدن، خیلی لنز استفاده میکنن، نروژ خیلی لنز مرسومه. البته نه که اصلا عینکی نداشته باشیم، چرا افرادی هم هستن که عینک دارن، ولی خیلی لنز بیشتر مرسوم و لنزشون رو سفارش میدن، از کشورهای دیگه میاد چون بازم ارزون تر در. یکی از دوستان درباره سیستم درمان نروژ درباره بیماران HIV چه خدماتی براشون داره و چطور با بیماران رفتار میکنن. من متوجه نشدم سوالشون که با چطور با بیماران رفتار میکنن چیه. فکر میکنم از نظر همون اخلاقی که تو بعضی کشورها هنوز دیده جالبی ندارن، فکر میکنم منظورشون بود که خب فکر نمیکنم انا حتی توی کشورهای یه مقدار سنتی و مذهبی اروپا هم این مسئله دیگه مطرح باشه. یعنی سال هاست که توی اروپا جا افتاده که بیماری HIV بیماری افراد منحرف نیست. و نکته جالب درباره بیماری HIV در نروژ اینه که تقریبا الان انتقالش
به صفر رسیده، برای اینکه خیلی دارن روی آموزش مردم کار میکنن. توی مدارس خواب میدونین که راه های جلوگیری استفاده از کاندوم خیلی مهمه، بچه ها از سن پایین با این مسئله آشنا میشن و حتی توی قانون اساسیشون هم یه بندی هست که کسی که مبتلا به HIV مثبت هست مسئولیت فردی داره در قبال اینکه افراد دیگر رو نباید مبتلا بکنه، یعنی میتونه جرم به حساب بیاد. و به همین خاطر بیماری افرادی که مبتلا به ایس هستن نیاز به کد ملی برای دریافت خدمات پزشکی ندارن، یعنی ممکنه شما توریستی اومده باشی، نیاز به دارو اینجا داشته باشی یا بدحال شده باشی، نیاز به مراقبت پزشکی پیدا بکنی به عنوان فردی که HIV مثبت هستی، کد ملی نیاز نداره. به همون خاطر که میخوان این سرایت HIV رو در همون حد خیلی پایین و صفر نگه دارن، تصمیم گرفتن که خدمات پزشکی به افراد مبتلا به HIV در هر صورت که وارد این کشور میشن بدن. حالا اینجوری نیست که رایگان، اون همون مسئله 2460 کرون رو باید در نظر بگیریم. یکی از دوستان پرسید من تو گوگل خوندم چون درمان تو نروژ رایگان هست اونقدر مراکز درمانی شلوغه که بیماران منصرف میشه. از نظر خیلی از مهاجرین سیستم نوبت‌دهی خیلی افتضاحه، خیلی کنده. من کند بودنشو اصلا منکر نمیشم. دلیل این نوبت‌دهی‌های کندم سیستم رایگان پزشکیه. شما تصور بکنین که اگه خیلی راحت هر کسی مریض میشد بدون اینکه وقت بگیره، بدون اینکه اینترنتی لازم باشه وقت بگیره، مراجعه میکرد به پزشک. خب خیلی ها هستن که حساسن، یه سردرد کوچیکم که میگیرن میرن کلی آزمایش های مختلف و مراجعه به بیمارستان و درمونگاه دارن. پس اگر این نوبت دهی نبود، ما الان اینجا شاهد کلی ازدحام و مراجعه افرادی بودیم که واقعا بیماری جدی و خاصی ندارن، همون مسئله که الان ما توی ایران باهاش درگیر هستیم که من فکر میکنم مراجعه ما به دکتر و بیمارستان و استفاده دارومون خیلی بالاست. پس اگر شما از این جنبه بهش نگاه کنیم، میبینین که اتفاقا پروسه نوبت‌دهی وقتی اینجوری با وسواس انجام میشه در نهایت به نفع خود بیمارانه، برای اینکه باعث میشه که از مراجعه غیر ضروری جلوگیری بشه و وقتی که کسی که واقعا بیمار هست به بیمارستان مراجعه میکنه براش وقت میذارن، یعنی انگار که شما تنها بیمار اون روز در بیمارستان هستی، برای اینکه وقت دارن دیگه. اینجوری نیستش که عجله‌ای باشه بخوان هول هولی ویزیت بکنن که به نفر بعدی برسه، تو همون مدت معاینه شما هم 5 بار منشی بیاد در مطب بزنه، از زیر در نمیدونم یه مریض نسخه بفرسته آقای دکتر اینو بد خط نوشتی یه نگاه بکن که ببینی که دارو هم درسته، دارو خونه میگه که این دارو نمیخونه با اون یکی دارو، بعد دوباره منشی بین مریض چند تا مریض بفرسته بگه که آقای دکتر ما یه بین مریض هم داریم. ما اصلا این مسائل رو اینجا نداریم، یعنی وقتی شما وارد مطب میشی تمام وقت پزشک برای شماست، خیلی بررسی میکنن، خیلی با دقت. خیلی هم ما از ایرانی ها میشنویم که میگن خدمات پزشکی اینجا به درد نمیخوره، دکترشون هیچی حالیشون نیست، پزشکای ما خیلی با تجربه و خوبن و من همه کارهای پزشکیمو ایران انجام میدم، یعنی خیلی از ایرانی ها این حرف رو میزنن. من خیلی با این مسئله موافق نیستم. تنها تفاوتی که پزشکای ما شاید با پزشکای اینجا بتونم بگم دارن که باعث میشه خیلی ها تصور کنن که پزشکای ما ماهرتر هستن اینه که توی ایران پزشکا خیلی راحت ریسک میکنن، یعنی حتی بیماری رو هنوز تشخیص ندادن به بیمار راحت دارو میدن. و درباره جراحی هم همینطوره، توی ایران پزشکای ما خیلی شجاع‌تر تصمیم میگیرن که یه بیمار رو مثلا جراحی بکنن. الان شاید خیلی از دوستان بگن که خب جراحی های ساده هم ریسک داره، یعنی اگه قرار باشه که پزشک ریسک قبول نکنه اصلا هیچ جراحی ساده‌ای هم نباید انجام بشه.
من این مسئله رو قبول دارم، اما اون میزان ریسکش به نظر من مهمه که اینجا به راحتی اون ریسک رو پزشک نمیکنه که روی بیمار دارو امتحان بکنه، روی بیمار جراحی انجام بده که ممکنه یه مقدار ریسکش بالا باشه. و دلیل دیگرش هم همینه که خب جمعیت ما خیلی بیشتره، مراجعه ما به بیمارستان خیلی بیشتره، ما خیلی حساس تریم به درد و بیماری، با کوچکترین مشکلی سری میریم بیمارستان، میخوایم رسیدگی بکنیم و همین باعث میشه که پزشکای ما تجربه ویزیت بیماران بیشتری رو داشته باشن. تجربه بخش مهمی از مهارت به حساب میاد. شما وقتی آزمون و خطای بیشتری میکنی، امتحانات بیشتری میکنی، شکستای بیشتری میخوری، مسلما تجربه بیشتری هم کسب میکنی که این برای پزشکان ما فرصتش بیشتر فراهم هست. وگرنه من فکر نمیکنم که به طور مثال دانشگاه‌های پزشکی ما توی ایران از دانشگاه پزشکی اینجا بهتر باشه که بگیم کسایی که در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدن سواد آکادمیک بالاتری دارن. درباره تکنولوژی و دارو هم که خب نیازی به مقایسه نیست، مسلما ایران محدودیت های بیشتری داره. باز اینم میگم نظر منه، خیلی شاید مخالف باشن. من یه دوست نروژی دارم که یه تصادف خیلی بد داشت، آسیب نخاعی دیده بود، با واکر را میرفت و با هر پزشکم توی نروژ صحبت میکرد میگفتن که ما جراحی بیشتری نمیتونیم رود انجام بدیم که این محدودیت حرکتی که الان پیدا کردی رفع بشه، چون ریسکش خیلی بالاه، ممکنه که باعث بشه حتی آسیب بیشتری ببینی، نیاز باشه که از ویلچر استفاده بکنی یا حتی جونتو از دست بدی. اما چون سنش پایین بود، جوان بود، پزشکش گفت من یه پزشک ایرانی میشناسم، خیلی تجربه جراحی داره، معرفیش کرد و این دوست ما خلاص اومد ایران، تصمیم گرفت که جراحی کنه. میگم پزشک نروژی بهش گفت اون دیگه بستگی به خودت داره که بخوای این ریسک رو قبول بکنی یا نه، هر کسی خودش بعد برای زندگیش تصمیم بگیره دیگه. این دوست منم خب چون جوان بود گفتش که اشکال نداره، یا میمیریم یا که دوره کلن سرپا میشیم. اومد ایران جراحی کرد و خوشبختانه جراحی خیلی خوب پیش رفت. الان تقریبا میشه گفت که هیچ مشکل حرکتی نداره، یعنی اگر شما به اون بخیه و جای زخمایی که پشت گردن و پشت سرش باقی مونده، چون حتی قسمتی از سرش هم مجبور شدن بشکافن، پشت گردنش و اینا زخم و بخیه هست، اگه به اون قسمت نگاه نکنین شاید متوجه نشین که این چند تا جراحی پیچیده روی نخاع و مغزش داشته. البته موقعی که گردنشو میخواد حرکت بده یه مقدار اون حالت طبیعی رو نداره، اما دیگه واکر استفاده نمیکنه. خب این جراحی بود که توی نروژ پزشکان نروژی حاضر نشدن انجام بدن به خاطر ریسکش، اما توی ایران این جراحی با موفقیت انجام شد. اما خب اینم باید در نظر بگیریم به خاطر همون جسارت و شجاعتی که پزشکای ما به خرج میدن، به همون میزان ریسک بیشتری هم میپذیرن توی جراحی و توی تجویز دارو و همین باعث شده که خطای پزشکی و از دست رفتن بیمار هم بالاتر باشه دیگه. یعنی هر دو طرف قضیه رو باید دید، یه سری خوبی ها داره یه سری بدی ها. و اینکه این دوست عزیز گفته بودن ازدحام میشه، دقیقا برعکسه، چون اینجا در واقع فقط کسایی به بیمارستان مراجعه میکنن که پزشک بهشون وقت داده، یعنی بهشون ایمیل اومده که نوبتشون شده و میتونن مراجعه کنن به پزشک. اصلا بیمار نیاز به همراه نداره. حالا من در انتهای این ویدیو یه فیلم کوتاه گرفتم از محیط بیمارستان،
که البته فیلم خیلی کوتاهه، برای اینکه من از بخش اطلاعات بیمارستان اجازه گرفتم که میتونم داخل بیمارستان فیلم بگیرم. گفتن که خب چهره بیماران نباید داخل فیلم باشه، برای همین خب مرتبا بیمار رفت آمد میکرد. من یه قسمت کوچیک فقط تونستم فیلم بگیرم، اما باز بهتر از هیچ، میتونین محیطو ببینین و اصلا ازدحامی نداره. بیمار اکثرا تنها میاد دیگه، اگه خیلی هم بد حال باشه که دیگه نتونه کارهای خودش رو به تنهایی انجام بده، نهایت درخواست ویلچر میکنه. من به ندرت کسی رو میبینم که مثلا با خانواده اومده باشه، برعکس ایران که کل خاندان و دوستا بعد راه بیفتن، یکی جای پارک پیدا بکنه، یکی بره ناصر خسرو دارو پیدا بکنه، یکی شما رو ببره آزمایشگاهی که پزشکتون تاکید کرده فقط این آزمایشگاه، آزمایشگاه دیگه به درد نمیخوره، دستگاهاشون به درد نمیخوره، ما فقط همین دستگاه رو قبول داریم، برای اینکه این دستگاه رو ما خریدیم، پولش میره تو جیب ما. این داستان رو ما اینجا نداریم. معمولا وقتی مراجعه میکنیم به پزشک، تمام کاراتون تو همون مجموعه انجام میشه و آزمایش خونتون یا اسکن و امارای هرچی که داشته باشین، و سیستم هم به صورت یک پارچه است. اینجوری نیستش که شما عکس و امارایتون رو بگیرین دستتون زیر بغلتون بزنین، مامانتون هم بفرستین مثلا تو صفحه چی بهش میگن، اونجایی که پول پرداخت میکنن برای بیماران، واریز کنن، اسمش یادم رفت، صندوق، که مثلا یه نفر بره تو صندوق تو صف اول وایس پولو بریزن خیالشون راحت بشه، بعد بیمار رو بستری بکنن. اینجا اصلا حرف پول نیست، اینجا شما خدمات درمانی رو کامل میگیری، بعد یه دستگاه خودپردازی هست، همون شماره کد ملیتونو داخل اون دستگاه میزنین و مبلغ کامل براتون میاد که مثلا انقدر شما بعد به این حق ویزیت این متخصص یا حالا هر کار دیگه که براتون کردن بعد پرداخت کنین. اگه این کار نکنین، یعنی فراموش کنین یا حالا هرچی، اون موقع پول همراهتون نباشه، کارت همراهتون نباشه، فاکتور میاد براتون دم خونه. همه یعنی مسائل مالی بعد از گرفتن خدمات درمانی هست، اصلا حرف پول قبل از بستری شدن افراد اینجا نمیزنن. دسترسی بیمارستان خیلی خوبه، اینجوری نیست که شما استرس اینو داشته باشین که حتما باید با ماشین بریم، بعد ماشین رو کجا پارک بکنین، ماشین رو نیام ببرن. و یه کار اشتباهی که خیلی از خارجی ها میکنن، به اصطلاح خودشون زرنگ بازی میخوان در بیارن، و دیدم توی گروه های فیسبوکی، توی گروه های مختلف، به هم حتی راهنمایی هم میکنن که اینجا سیستم پزشکیش به درد نمیخوره، تا رو به موت نباشی بستریت نمیکنن یا ویزیتت نمیکنن. بگو نمیدونم من قش میکنم روزی 5 بار، بگو نمیدونم خون ریزی دارم، داستانای از این دست. و بعد خب عزیزی که شما اطلاعات غلط به پزشک میدی، بله شما ممکنه به خاطر همین اطلاعاتی که میدی بهتون نوبت زودتر میدن، اما خب پزشک میاد انواع اقسام مختلف تستا رو شما میکنه، انواع مختلف آزمایش و معاینات انجام میشه و معاینه و آزمایش هایی که از شما میاد به اون چیزی که شما میگین نمیخونه و پزشک نمیتونه تشخیص بده مریضی شما، و بعدم میشینن غرغر میکنن که پزشکا اینجا هیچی حالیشون نیست، تشخیص بیماری نمیدن، دیگه نمیگن که ما چی کار میکنیم که پزشک نمیتونه تشخیص بده. پس این مسئله ازدحام و شلوغی یه چیز اصلا درسته نیستش، هیچ موقع من اینجا ازدحام ندیدم، مگر اورژانس، موارد اورژانس که حالا درباره اورژانس هم صحبت میکنم، باز مهاجرای اشتباهی درباره اورژانس اینجا هم دارن، اونم براتون توضیح میدم. ولی در به طور کلی مراجعات اصلا مراجعات پر استرس و شلوغی نیست که شما توی صف بخواییم برین یا هر جا بریم 50 نفر جلوتر از شما باشن ندونین چی به چیه، قشنگ سر زمان خودتون میرین. حالا ممکنه 5 دقیقه این ور اونور بشه، چون بعضی وقتا پزشک با بیمار قبلی یکم بیشتر صحبت میکنه، بیشتر وقت میذاره ولی کمتر وقت نمیذاره. بعد پزشک خودش از مطبش میاد بیرون، اسم شما رو صدا میکنه، با شما دست میده، البته قبل از کرونا، و شما رو میبره سمت مطبش. و سوال بعدی درباره خدمات درمانی رایگان، به صورت کاملا رایگان برای بچه ها خانوما پرسیده بودن.
برای خانمای باردار تمام معاینات و بعد از اون هم زایمان کاملا رایگانه. معاینات که میگم معاینات پزشکی ضروری که پزشکتون تشخیص میده، حالا نه اینکه مثلا سونوگرافی 4 بعدی بخواین با صدای MP3 و نمیدونم رنگی. اون چیزایی که خودتون به صورت لاکچری میخواین و تشخیص میدین که دوست دارین داشته باشین، اونا جزء چیزای خصوصی به حساب میاد، باید پول بدیم بابتش و جزء خدمات رایگان نیست. ولی برای همه آزمایشات و روتینی که خانمای باردار باید بهش پرداخته بشه و ضروری هست، کاملا رایگانه. زایمان کاملا رایگانه. درباره داروها، درباره داروی نروژ رایگان نیست مگر نسخه آبی. نسخه آبی هم یه سری، من دقیق نمیدونم چه داروهایی شامل نسخه آبی میشه. فکر میکنم داروهایی که بیماری های مزمن هست یا بیمار همیشه به طور دائم در توی طول زندگیش بعد اون دارو رو استفاده بکنه، مطمئن نیستم این مسئله رو. یعنی اینو دیگه شما باید با پزشکتون صحبت بکنید درباره بیماریتون که بعد بر اون تشخیص میده که آیا این دارو جزء داروهای رایگان هست یا نه، وگرنه که ما برای دارو اینجا پول میدیم، دارو رایگان نیست. و درباره داروها پرسیده بودن که داروی بدون نسخه مثل ایران که آنتی بیوتیک های خیلی قوی رو راحت بشه بدون نسخه گرفت، نه، یه سری داروها رو میشه. داروهایی که مثلا مشکل خواب دارین خیلی قوی نیست، قرص های خواب آور قوی نه، یه سری خیلی داروهای معمولی اینجا پاراست رو به عنوان داروی مسکن استفاده میکنن و آنتی بیوتیک های ضعیف، خیلی ضعیف، بدون نسخه معمولا داروی قوی شما نمیتونین اصلا بگیرین. و سیستم پزشکی اینجا کاملا یک پارچه است. شما پزشکتون که بهتون دارو میده نسخه نمی نویسه که حالا یه نسخه خرچنگ قورباغه باشه بعد شما ببرین دارو خونم اشتباه بخونه و اشتباه بهتون بده. اینا همه توی کامپیوتره. شما هم کد ملیتون رو دارو خونه اعلام میکنین، یه کارت شناسایی ازتون میخوان و داروتون رو توی همون سیستم کامپیوتری که ثبت شده و بر اساس مدت زمان استفاده داروساز بهتون میده و براتون توضیح میده که ازتون میپرسه که مثلا میدونین یادتون هست، چون پزشکا توضیح میدن ولی باز داروساز میپرسه که آیا یادتون هست مثلا پزشکتون گفت چند ساعت یه بار استفاده بکنین، بعدم روی بحثاش که خب میزنن ولی خب توضیح هم میدن اگه ببینن که شما نروژی بلد نیستین. این هم درباره دارو. و درباره تفاوت اورژانس میخواستم صحبت کنم. البته فکر میکنم ایران هم اینجوری باشه، چون اورژانسی که اینجا شما با آمبولانس یا هلیکوپتر، یعنی آسیب دیدگیتون در حدی باشه که خودتون با تاکسی یا با پای خودتون نتونیم مراجعه بکنیم به پزشک، با اورژانس شما رو برسونن، تمام خدماتش رایگانه از آمبولانس گرفته تا خدمات بیمارستانی. ولی موارد اورژانس نمیشه گفت مثلا شما دستتون رو با چاقو میبرین، خب خونریزی خیلی زیادی داره، نمیتونین تا فردا صبح صبر بکنین که با پزشک عمومیتون وقت بگیرین، نصف شب میخواین برین دکتر. این دکتری که شما میرین اورژانس نیست، اینو بهش میگن لگ واکت. واکت که میشه حالت نگهبان شیفت، یعنی پزشک شیفت فارسی بهش میگیم. کلینیک های شبانه روزی شاید بشه ترجمهش کرد. اینجایی که شما میرین پس اورژانس نیست. چون من خیلی میشتم هم باز مهاجرا کلی قرقر میکنن که آره من رفتم اورژانس 2 ساعت تو صف وایسادم نوبت گرفتم. این بیمار کلینیک های شبانه روزیه، چون شما خب به خاطر شرایطتون نتونستین تا فردا صف بکنین که با پزشک عمومیتون ملاقات بکنین. و این خدماتی که اینجا میگیرین رایگان نیست، یعنی اگر شما اون 2460 کرون رو پر نکرده باشین توی این کلینیک های شبانه روزی هم مراجعه بکنین ازتون حق ویزیت گرفته میشه. و من خب 2-3 سال پیش یه مراجعه داشتم، جالبه تو زمستونم بود و افرادی رو من اونجا دیدم با دست و پای شکست. نروژی‌ها خیلی راحت نشسته بودن و
نوبت گرفته بودن، منتظر بودن که نوبتشون بشه. تحمل درد نروژیا خیلی بالاه، برعکس ما که خیلی نازک نارنجی هستیم و برای یه بیماری و یه سردرد معمولی فوری هول میشیم، مراجعه میکنیم به دکتر. اینجا سعی میکنم با استراحت و مصرف غذای درست و آب میوه، خیلی هم حالا به جوک میگن که هر مریضی اینجا میگیری دکتر فقط میگه برو آب بخور آب بخور، واقعا این استراحت، نوشیدن آب، نوشیدن آب مرکبات برای خیلی از سرماخوردگی هایی که ما آنتی بیوتیک های خیلی قوی استفاده میکنیم جواب میده. مردم اینجا دارن این کار رو میکنن و خیلی هم از ما سالم تر هستن. میگم توی اون کلینیک شبانه روزی که من رفتم مواردی رو دیدم که اصلا شوک شدم، یعنی مواردی بود که ما توی ایران اورژانس به حساب میاریم، طرف حاضر نیست بیاد بشینه با اون وضعیت که نوبتش بشه، شروع میکنه داد و بیداد، ولی خیلی خونسرد نشسته بودن بدون این که حالا بخواد بره یقه نگهبان رو بگیره آقا ما اینجا این همه مالیات میدیم، این وضع خدمات درمانی شماست، من دارم از درد میمیرم، دست من دیگه دست به شو نیست، من باید این دست رو قطع بکنم. خیلی صبورن، علاوه بر صبور بودنشون قدردان اون چیزی هستن که دارن. خب میبینن خدمات پزشکیشون اینجوریه، باید صبر کنن، باید منتظر بمونن، با دعوا کردن، غرغر کردن چیزی حل نمیشه، فقط استرس و استراب بیشتر به خودتون وارد میکنین و باعث میشه که بیشتر، مخصوصا وقتی آدم مریضه استرس میگن براش خوب نیست دیگه، اون استرس باعث میشه که حالتون بدتر بشه. این آرامشی که توی حتی کلینیک شبانه روزی که میگم مردم با وضعیت خیلی جدی مراجعه میکنن باعث میشه که اون حال و هوای سنگینی که توی اورژانس بعضی وقتا ما توی ایران حس میکنیم، فضا خیلی پرتنشه، هر کی میاد سر و صدا داد و بیداری، هر بیماری چند تا همراهش هستن، آقا به کسی نیست به مریض ما رسیدگی بکنه، اینجا اونجوری نیست. بارها من دیدم مهاجرا غرغر میکنن نگاه کن پرستار اونجا نشسته داره قهوهش رو میخوره هیچ کاری نمیکنه، ما اینجا داریم از درد میمیریم، اما پشت اون پذیرش رو ما نمیبینیم، پشت اون پذیرش دکترها یا پرستارهایی که دارن بیمارا رو توی کلینیک های شبانه روزی ویزیت میکنن دارن کار خودشون رو انجام میدن. ما فکر میکنیم اگر کسی داره آروم خونسرد و با دقت کارش رو انجام میده، یعنی که دل به کار نمیده، همش دوست داریم یه نفر دست باچه باشه، هول هول باشه، همه چیز فست موشن باشه، بدو بدو، اگه یه نفر در حال بدو بدو باشه میگیم آخ دستش دردن کنه، ببین چه وجدان کاری داره، چقدر داره به ارباب رجوع رسیدگی میکنه. ولی اگر یه نفر آروم در حال انجام کار باشه اصلا کارش رو قبول ندارن، در صورتی که اینجا دقیقا برعکس، میگن مخصوصا کاری که با جون مردم سر و کار داره، میگن اصلا عجله و دستپاچگی در اینجور کارها فقط ریسک و احتمال خطای پزشکی رو بالا میبره، برای همین خیلی مهمه که توی محیط پزشکی استرس نباشه، نه برای بیمار نه برای پزشک و پرستار. پس به این آرامش و آروم انجام دادن کار من برخلاف خیلی از مهاجرا نمره مثبت میدم، اصلا این نمره منفی نیست. و یه دوست عزیزی سوال پرسیده بود که خب مثلا دانشجوها که کار نمیکنن، مالیات نمیدن، پس چجوری از خدمات درمانی رایگان توی نروژ میتونن استفاده کنن؟ ببین سیستم کشورهایی که بر اساس پرداخت مالیات اداره میشه به این صورت نیستش که تمام مالیاتی که شما پرداخت میکنین دقیقا تا قرون آخر فقط برای خودتون استفاده بشه. پس اون دوست دانشجویی که داره از خدمات درمانی رایگان استفاده میکنه در واقع اینجوریه که از مالیات شهروندان دیگه استفاده میکنه و خب این شخص هم بالاخره درسش تموم میشه، وارد بازار کار میشه، مالیات خواهد داد
و همینطور سری بعدی نسل های جدید که وارد دانشگاه میشن بیکار هستن و کلن چرخ جامعه در واقع با همین مشارکت مردم میچرخه. بنابراین این مالیات دادن در واقع یه جور مشارکت در جامعه است و کمک میکنه به افرادی که به هر دلیلی بیکار هستن، چه بیماری، چه تحصیل، چه به دلیل تعدیل نیرو در شرکت، که خب بتونن از حداقل امکانات انسانی که همون درمان رایگانه، خدمات آموزشی رایگان و یه سقفی برای زندگی و اندک غذایی برای خوردن بهره مند بشن. یعنی هدف از مالیات های سنگین که خیلی از مهاجران نسبت بهش اعتراض دارن، یعنی هنوز 2 سال هم نشده که اینجا یه شخصی اومده داره مالیات میده، اما هر دفعه کلی قرو اعتراض که این همه ما داریم مالیات میدیم، آخرش هم هیچی به هیچی، این از وضع بیمارستان که ما باید 6 ماه توی نوبت بمونیم، اونقدری که یعنی ما مهاجرا قر میزنیم اون نروژی که نسل اندر نسل اینجا مالیات داده قر نمیزنه. حالا جالبه که مهاجرا بیشترین استفاده رو هم از خدمات رایگان جامعه میکنن، چون هر مهاجر تا بیاد جا بیفته تا وارد بازار کار بشه نیاز به آموزش زبان داره، نیاز به تحصیل داره، اینا همه برای دولت هزینه داره. خب خیلی از مهاجرها هم در دوم سوم زندگیشون مهاجرت میکنن، سنی هست که معمولا سن بچه دار شدن، بچه دارن یا اینجا بچه دار میشن یا با بچه کوچیک میان، همین بچه شما کلی هزینه برای دولت داره. حتی زمانی که شما سر کارم نمیرین، بچه شما میتونه از امکانات رایگان اینجا استفاده بکنه. پس این مالیاتی که داریم میدین و انقدر تو سر دولت نزنین، برای اینکه حداقل ما مهاجرا چندین برابر این مالیاتی که دادیم امکانات گرفتیم. بله حالا من میفهمم نروژی که 40 سال از عمرش و مالیات داده اگه شکایت بکنه شاید یه مقدار قابل درک باشه، که نمیکنن، میگم نروژیا خیلی اتفاقا با رضایت و خوشحالی مالیات رو دارن میدن، برای اینکه میدونن امکاناتی که دارن میگیرن از همین مالیات ها میاد. اینکه حالا هر کس بخواد شکایت بکنه، گله بکنه که نه من این میزان مالیاتی که دارم میدم همین میزان از امکانات استفاده نمی کنم، عادلانه نیست، مالیات من باید کمتر باشه، خب چرخه این مملکت نمیچرخه. همه یه دلیلی دارن که مالیات کمتری بدن. من نوعی خب به طور مثال بچه ندارم، من اگه قرار باشه که امکان داشته باشه مالیات کمتر بدم، میتونم بگم که آقا من از امکانات تحصیلی اینجا استفاده نمی کنم، اون مالیات تحصیلی رو از من کم بکنه. یا اون کسی که مترو و اتوبوس استفاده نمی کنه، ماشین شخصی داره، میگه اون هزینه که از مالیات من بابت حمل و نقل عمومی کم میشه اونو کسر بکنه، من اتوبوس سوار نمیشم. همه یه دلیلی خلاصه دارن، ولی این مالیاتی که میدیم برای همه این امکانات میدون تره بار نیست که بتونی سوا کنی، همه در هم با همه. حالا اینکه شما از یه سری از این امکانات استفاده نمی کنی دیگه مشکل خودته، مشکل جامعه نیست. و در نروژ ما یه هلس کارتی داریم، یه کارت درمانی داریم که در واقع مثل بیمه مسافرتی عمل میکنه و شما هیچ هزینه ای برای این پرداخت نمیکنین. خیلی کشورها هستن که شما اگر قصد سفر داشته باشین باید بیمه مسافرتیتون رو جدا بخرین، که اگر خدای نکرده در طی سفر براتون مشکلی پیش اومد از طریق بیمه بتونین هزینهاتون رو پرداخت بکنین. در نروژ این کارت بیمه مسافرتی شامل خدمات درمانی میشه، یعنی هیچ هزینه اضافی برای گرفتن این کارت لازم نیست پرداخت بکنید. من لینک درخواست این کارت رو در قسمت توضیحات همین ویدیو میذارم. همه ی افرادی که کد ملی نروژی دارن میتونن درخواست این کارت رو بدن و این کارت در اروپا اعتبار داره، یعنی اگر خارج از اروپا شما بخواین سفر بکنین بیمه مسافرتی جدا باید بخرین. این بیمه که رایگان هست، بیمه مسافرتی رایگان،
برای اتحاد داخل اروپا قابل استفاده است. درباره دندون پزشکی هم خیلی از دوستان پرسیده بودن که بیمه های اضافه، حالا نه فقط دندون پزشکی، که بیمه های پزشکی مازاد بر اون چیزی که مثلا همین خدمات درمانی دولتی هست اونقدری در نروژ رایج نیست، حتی برای دندون پزشکی کسی خودش، نه که کسی، خیلی به ندرت کسی خودش رو بیمه میکنه، برای اینکه ارزش نداره. شما سالی چند بار مگه قراره که جراحی دندون انجام بدین که کلی هزینه بیمه دندون پزشک پرداخت بکنین؟ خیلی من به ندرت شنیدم، بین دور و بر دوستان خودم اصلا ندیدم کسی بیمه دندون پزشک داشته باشه. بیمه های تکمیلی هم برای جراحی اینا معمولا اینفلوئنسر ها و افرادی که مرتب جراحی های زیبایی میکنن توی بیمارستان ها رفت آمد دارن و خودشون میدونن که وضعیت جسمانیشون جوری هست که ممکنه نخوان منتظر 6 ماه 7 ماه نوبت بیمارستان برای جراحی بمونن، ترجیح میدن که سریع به جراحیشون برسن. خب اونا بیمه های خصوصی میکنن. من خبر از هزینه های بیمه های خصوصی ندارم. این بیمه که امروز من ازش صحبت کردم خدماتیه که همه دریافت میکنن، از فقیر تا غنی، و هیچ هزینه ای هم بابتش پرداخت نمی کنین، هیچ هزینه اضافه ای، همه اینا از روی مالیات شما کسر میشه، از روی همون مالیاتی که از روی حقوقتون کم میکنن حساب میکنن، مبلغی نیست که ماهیانه بخواین اضافه پرداخت بکنین. اینم سوالی بود که خیلی ها پرسیده بودن. بعد دوست عزیز درباره معاینات مربوط به خانوما، معاینات روتین دهانه رحم و پستان سوال پرسیده بودن. برای معاینات پستان 50 تا 69 سال نامه براتون میاد به صورت روتین، باید انجام بدین بالای 50 سال. برای سرطان دهانه رحم 25 تا 69 سال نامه میاد که اگر توی تست شما، توی معاینه شما هیچ مورد مشکوکی دیده نشه، نامه بعدی که دریافت میکنید 3.5 سال بعد هست. یعنی برای دهانه رحم اگر سالم باشین این معاینه هر سال نیست. حالا نمیدونم توی ایران سالیانه انجام میشه یا به چه صورته، اینجا 3.5 سال یک بار اگر فرد سالم باشه. من بخوام شاید نمره بدم از 0 تا 10، به سیستم درمانی اینجا 8 میدم، به خاطر همون نوبت‌دهی یا خیلی طولانیه، یعنی ممکنه شما احساس درد و ناراحتی داشته باشی، دوست داشته باشی که سریعتر پزشک تو ببینی، ولی خب باید صبوری کنی. و اگر هم تشخیص میدی که بیماریت خیلی جدیه، یعنی بهتر از پزشک تشخیص دادی که بیمار هستی و نیاز به خدمات درمانی سریعتر و بهتری داری، میتونین از خدمات درمانی خصوصی استفاده بکنین. نیازی نیست حتما 6 ماه 7 ماه صف کنین نوبتتون بشه. اینجا هم مثل ایران بیمارستان خصوصی داره، میتونین هزینه بکنین و سریعتر بدونین که نیاز به نوبت باشه خدمات درمانی خصوصی بگیرین. بالاخره من فکر میکنم هیچ چیزی مهمتر و با ارزشتر از جون آدمیزاد نیست. یعنی اونجایی که فکر میکنین جونتون در خطره و سیستم درمانی اینجا نوبت دهیش به ضرر شما داره تموم میشه، یکم پول خرج کردن به جای شکایت کردن و ناراحتی و بعد نشستن قصه خوردن که آره بیماری من مثلا دیر تشخیص داده شد یا بعد تشخیص داده شد، به نظر من خیلی بهتره. همیشه یه چیز بهتر از اون چیزی که الان ما داریم، اون شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم وجود داره. این مقایسه کردن واقعا بلای جون ماست. من با مقایسه کردن خیلی مخالفم. خیلی از مهاجرا که آره فلان اینجوری بود، اتریش اینجوریه، انگلیس، کاش من انگلیس مونده بودم، پزشکی اینجا آدمو راهی قبرستون میکنه و موارد از این قبیل. ولی شما اگه به آمار مرگ و میر، به سن و سال مرگ و میر افراد اسکاندیناوی نگاه بکنید، یه سری به قبرستون فقط بزنید، اصلا آمار هر قومم نمیخواد بخونه، سن افراد که فوت میشن نگاه بکنین، میبینین که چقدر آمار افرادی که سن پایین فوت شدن کمتره.
از خدمات درمانی اونجوری که خیلی فاجعه آمیز توصیفش کردن نیست. من تا به حال ویدئویی از عزیزان فارسی زبان اسکاندیناوی ندیدم که تعریف کرده باشن مثلا برای خانمای باردار. من تا به حال هیچ خانم بارداری رو اینجا توی نروژ نشنیدم که بگه تجربه بدی داشته توی بیمارستان، پرستار باش بد برخورد کردن، پزشک باش بد برخورد کرده. چون اینجا کشور کوچیکیه، سریع اینجور چیزا رسانه‌ای میشه. برخوردها خیلی مهمه، یعنی خانمای باردار که میرن برای زایمان انگار که این خانم اولین خانومی هست که روی کره زمین داره یه بچه به دنیا میاره. انقدر رسیدگی میکنن، انقدر احترام میذارن. نمیگم اینجا خطای پزشکی نیست، نمیگم اینجا بیمار زیر دست جراح از بین نرفته، اینجا هم خطای پزشکی هست، اینجا هم بیمارانی بودن که جونشون از دست دادن. از نظر اخلاقی دارم میگم که به عمد بیمار رو آزار نمیدم. خاطرات خیلی بد و عجیبی از خانمایی که مثلا توی ایران حتی بیمارستانهای خصوصی کلی پول دادن، توی بیمارستان خصوصی زایمان کردن ولی برخورد خوبی باشون نشده. ولی حداقل ما اینجور مسائل اینجا نداریم. خوبه که نکات مثبت هم ما ببینیم، یعنی وقتی میایم به مسائل منفی یه کشور میپردازیم، جانب انصاف رو رعایت بکنیم، خوبی هاش هم بگیم، چون این تعاریفی که ما میکنیم خیلی تاثیر داره توی نگاه مردم، قضاوت مردم، تصمیم گیری مردم. درباره خدمات پزشکی این نظر من درباره نروژ بود. من بیشتر از این که ناراضی باشم راضی هستم. محیط بیمارستان که گفتم بهتون نشون میدم، نگاه کنید، ایستگاه قطار دقیقاً کنار پارکینگ بیمارستان توقف میکنه. پارکینگ هم میبینین هیچ ازدحامی نداره. داخل بیمارستانم خیلی محیط آرومیه، اصلا اون استرس و تنش و درگیری و صف و اینجور چیزا که حال بیمار رو بدتر کنه را اینجا نمیبینی. این هم از ویدئوی مربوط به خدمات پزشکی در نروژ. بحث البته خیلی زیاده ولی فکر میکنم کلیدی ترین و مهمترین نکات رو توی این ویدیو گفتم. این ویدیو خیلی طولانی شد اما فکر میکنم مهم و ضروری بود. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودین. تهیه این ویدیو خیلی برای من زمان برد. امیدوارم که با لایک و کامنت و اشتراک گذاری ازم حمایت کنین. مدسینسک نود سنترال، ورشگو؟ نه، با... Jeg har kjørt av veien. Jeg har klart. Jeg sitter fast. Jeg kommer meg ikke ut her. Hvor befinner du deg? Jeg vet ikke.